جام جهانی شطرنج، دور سوم، بازی‌های رفت، یک ابر شاهکار تدارکاتی. دیدار حساس این روز، دیدار دو دوست، یعنی مگنوس کارلسن در برابر آریان تاری هستش که احتمالاً هر دو رو به خوبی میشناسین. اما قبل از اینکه این بازی رو ببینین، خیلیاتون توی کامنت های ویدیوهای قبلی سوال کرده بودین که چرا بازیکنی مثل علیرضا فیروزجا توی این مسابقات نیست. دوست دارم نظر خودتون رو راجع به این موضوع بنویسین و زیر این ویدیو نظراتتون رو حتما بنویسین. من راجع به این قضیه نظر خودم رو در انتهای ویدیو میگم و در انتهای ویدیو هم نتایج این دور رو خدمتتون عرض میکنم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. کارلسن این بازی رو با حرکت D4 آغاز میکنه و آریان تاری اسب F6، C4، E6، S3، فیل B4، شاهد شروع بازی نیمزو هندی هستیم که طرفداران بسیار زیادی رو هم داره. E3 شاخه نرمال و قلعه، فیل D2 اینجاها رو زیاد معطل نمیکنیم. بازیکنی مثل هیکارو ناکامورا هم این رو بازی میکنه و اینجا حرکت C5 که به مرکز سفید فشار میاره. حرکاتی مثل D5 و B6 هم اینجا برای سیاه وجود دارن. C5 آس برتری دو فیل رو سفید میگیره، سیاه خیلی سریع برمیگرده و میخواد برتری دو فیل رو پس بگیره و سفید اسبش رو به E2 میذاره. همه اینها طبیعیه. سیاه B6 رو بازی میکنه، میخواد فیل رو به B7 بذاره و بعد از اون سیاه به یه تعادل میرسه و اینجا یه حرکت تماتیک و نمونه ای از مگنوس کارلسن، پیاده رو به خونه D5 میرونه و برتری فضا رو میگیره. هدفی که کارلسن داره چیزی مثل اینه که اگر سیاه فیل B7 رو بازی کنه، سفید F3 و بعد از این سلسله حرکات سفید به دنبال ایده های E4 فیل D3 هستش. برتری فضای خیلی خوبی داره، مهره های سیاه خیلی محدود شدن و اسب و فیلش خیلی جای خوبی ندارن، هرچند این وضعیت برای سیاه قابل بازی هستش. اما آریان حرکت دیگه ای رو بازی میکنه. هر دو بازیکن هم تا اینجا به نظر من در تدارکات خودشون هستن. کارلسن که قطعا از فیل A6 رو بازی میکنه و ظاهرا جلوی F3 سفید رو میگیره و تقریبا به سفید میگه خب B3 رو بازی کن، بعدش من B5 رو بازی میکنم و این وضعیت دیگه خیلی پیچیده میشه. اما کارلسن اینجا یه حرکت عجیب غریب رو بازی میکنه و F3 رو بازی میکنه. F3 حرکتی هستش که ظاهرا از لحاظ تاکتیکی غلطه و سیاه میتونه یه پیاده رو بگیره. آیا کارلسن ندیده؟ باید بریم به ادامه بازی رو ببینیم. استرسس آریان تاری چرا فیل A6 رو بازی کرد؟ چون اینجا یه تاکتیک ریز رو دیده بود، فیل در C4، به همین دلیل فیل رو گذاشته A6. اگه اینو نزنه که دیگه هیچ، این فیل اینجا به هیچ دردی نمیخوره. و چرا؟ چون این الگو رو دیده که این وزیر اینجا میتونه کیش بده و بعد از فیل در C4 این انجین سایت stats.com دو تا علامت خوب گذاشته. من دو تا علامت خوب به این حرکت نمیدم. وزیر 4 جس و بعد وزیر در C4. خب اینجا شاید اگه ما خبر نداشته باشیم از جریان این بازی فکر کنیم که کارلسن اشتباه کرده. همینجا انجین chess.com میزنه که منفی 15% برای سیاه و سیاه یکم بهتر، حداقل مساوی رو داره. اما اینجا جناب آقای کارلسن میاد حرکت H4 رو بازی میکنه. این دوتا علامت خوب رو من به این حرکت دادم. کارلسن 1:23 وقت داره. به نظر شما یا هنوز توی تدارکاتشه؟ به نظر من که 100% این شکل، یعنی 100% کارلسن رو تدارک داره. و چه تدارک عجیب غریبیه. وقتی من H4 رو دیدم فقط میگفتم چرا این حرکت رو بازی کرد؟ این چیه؟ یه پیاده بدی بعد H4 بازی کنی؟ اما ایده پشت این قضیه خیلی پیچیده است و خیلی خفنه. یعنی واقعا آریان تاری تو این بازی قربانی تدارکات عجیب و غریب کارلسن شده. میدونید که کارلسن از سال 2013 قهرمان جهانه و برای خیلی بازیکن‌ها خیلی تدارکات چیده و توی خزانه تدارکاتیش تدارکات عجیب و غریب زیادی رو داره و این رو امروز اینجا مقابل آریان تاری صرف میکنه. و اما ایده این حرکت چیه؟ کارلسن میخواد خیلی ساده این پیاده رو به خونه H5 برونه و در ادامه شاید H6 ضعیف کردن شاه سیاه و شاید آوردن رخ به H4 و حمله به وزیر سیاه. H5 با ایده رخ H4 خیلی عجیبه. اینجا آریان الان یه ساعت داره، یعنی 30 دقیقه تا اینجا فکر کرده و بعد یه 18 دقیقه دیگه فکر میکنه میزنه پیاده D5. من دیگه واقعا این بازی هیچ خورده ای نمیتونم از سیاه بگیرم. واقعا باید فکر کنه، مقابل قهرمان جهان داره بازی میکنه و نمیدونه وضعیت چه خبره. من اسب A6 رو خیلی بررسی کردم، مطمئنم که آریان هم بررسی کرده، خیلی بازیکنان هم بعد بازی بررسی کرده بودن. اصلا انجین chess.com رو ول کنین، منفی 7 اینهایی که اون میزنه غلطه.
من این رو با انجین های خیلی نیرومند با استاک فیش چسپیس و غیره بررسی کردم توی دپس 65-70 که دیگه با ابر کامپیوتر و اینها بررسی میشه، وضعیت متعادله و یکم به نفع سفید، یعنی تدارکات کارسن فوق‌العاده بوده. H5 دو تا ایده داره، یکی H6 یکی رخ 4. سیاه خب باید اسبو بذاره 3-7، همینجا رخ 4 داره وزیر رو میگیره، وزیر جا نداره بره، باید اسبو بذاره 3-7. حالا رخ 4 شاید خوب باشه، من بررسی هایی که دیدم H6 باید حمله به شاه، اگه G6 کنه غلطه اینجا سیاه، یعنی اون بررسی هایی که انجام شده بود بعد از رخ 4 میدونم که سفید برتری خیلی خوبی میگرفت. اینها رو این انجین chess.com که توی عمق 20 نمیفهمه، استاک فیش 11 عمق 20 که خیلی نیرومند نیستش، این رو دقت کنید. خودتون اگه خواستین با chesspace بررسی کنید، ولی این رو خدمتتون بگم که اینجا سفید حداقل از لحاظ عملی خیلی شانس‌های زیادی داره و کامپیوترها هم حتی سفید رو میپسندن با وجود اینکه سفید یه پیاده عقبه. میدونم که لاین بهترین بود که از در D5 بزنه و بعد از H در G7 شاه در G7 ته این لاین میگفت اگه هر دو همه حرکات رو درست بازی کنم مساوی میشه، ولی من میگم که کارلسن برای این هم تدارکاتی داره که اون تدارکات با ابر کامپیوترها دیده شده، با چندین روز بررسی دیده شده و من نمیتونم واقعا اونها رو کشف کنم، واقعا این دیگه از عهده من بر نمیاد، حتی شاید کامپیوترهای من هم نتونه این کار رو بکنم، ولی میتونم بگم اگه سیاه شاید دقیق ترین حرکات رو بازی میکرد که شاید هیچ انسانی نتونه این کار رو انجام بده، این بازی رو به مساوی میکشوند. اما آریان یه لاین دیگر رو انتخاب میکنه که اون هم کامپیوتر میگه خیلی خوبه، D5 رو میزنه و بعد از استر D5 اسب رو میاد تو خونه 3-6 و اینجا کارلسن بسر رو بازی میکنه. مطمئن باشید اینها تدارکاته، یعنی هیچ شکی نکنید، وزیر هیچ جایی نداره بره، فقط خونه های B5 و A6 رو داره و هر کدوم هم بره این اسب میپره 3-7 یه تفاوت میگیره، ولی باز هم بازی ادامه داره. وزیر A6 از 3-7 چنگال، وزیر کیش، آریان این رو حساب کرده و اینجا یه حرکت زیبای دیگه B4، همه اینا تدارکه، 3 در B، استرا 8، B در A3 و حدس بزنین چه حرکتی؟ عشق مگنس کارلسن، وزیر دد و بریم آخر بازی یه تفاوت جلویم و این پیاده ها رو ازت پس میگیرم. آریان جان فکر نکنی میتونی همینجوری در بری، عشقش آخر بازی مگنس کارلسن و اینجا شاید بیرحمانه باشه که بگم اما سیاه تقریبا بازنده هستش. انجین chess.com میزنه 3-0 ولی با بقیه بازی رو ببینیم میفهمی اینطور نیست. مثلا انجین chess.com میگه وزیر 3-5 ولی وزیر 3-5 رو سفید از 3-7 میکنه، اینجا داره از فرار میکنه، ولی خب سیاه از B5 رو داره، تهدید کیش برخاست، کیش وزیر و تهدید گرفتن اسب، اما سفید خوشبختانه یا متاسفانه اسب A6 رو داره و بعد از این اتفاقات به نظر من سفید این بازی رو میبره، یعنی حالا حتی اگه برنده هم نباشه کارلسن این رو میبره، از اینا خیلی مساوی تر رو برده و فرض کنید یه همچین وضعیتی رو کارلسن نتونه ببره، یعنی بعدن بازم پیاده میگیره، این پیاده ها ضعیفن، بعدن میگیرتشون و میبره توی آخر بازی ازش میبره. ببینید عمق تدارکات رو، واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. آریان میزنه، وزیر در A5، استر A5، رخ در A3 و اینجا سفید ایده های ساده ای داره، یکی از این ایده هاش اینه که رخو بذاره D3، شاه بیاد بالا، رخ ها رو دوبل کنه و کار سیاه خلاصه خیلی سخته و دفاع کردن این وضعیت تقریبا غیر ممکنه. شاید بگیم خب سیاه دوتا پیاده داره ولی وضعش اینجا اصلا خوب نیست. مثلا فرض کنید اگر A6 رو بازی میکرد، شاه ایدو و بعد از مثلا شاه F8 سفید میتونست رخ رو بذاره 3-1 به عرض هفتم نفوذ کنه و این اسبم از جریان بازی خارجه، چون اگر از 3-6 هم بازی بشه سفید رخ B1 این پیاده رو میگیره، چون B5 هم کنه سفید با رخ میزنه. خلاصه این که کارش زاره سیاه، یعنی مشکل فقط تفاوت نیست، یعنی ادامه بازی هم باز پیاده میده. عمق تدارکات رو ببینید، از 3-4 میگه خب حرکت بعدی A5 میکنم دیگه، حرکت بعدی A5 میکنم فرار میکنم، اما متاسفانه رخ A6 و این پیاده میپره، چیکار کنه؟ اسب در ای3 میزنه، یه پیاده دیگه هم میگیره ولی شاه F2، D5 رخ A1، اصلا نتونست بازی کنه سیاه تو این بازی. رخ در A7 میزنه داره پیاده D7 رو میگیره، چیکار کنه؟ شاه میذاره E7، رخو میذاره B7 و اینجا باز همین بازی قابل نجات نیستش، چون سفید فرض کنیم حالا سیاه یه حرکت بدی رو اینجا بازی می‌کنه، من فرض کنیم اگر H6 رو بازی می‌کرد سفید شاه رو می‌ذاشت E2 و سیاه در نهایت
یکی از این پیاده ها رو میده. فرض حالا اگه اسب رو تکون بده که پیاده میده، شاه D6 مثلا شاه D و سفید داره شاه رو به D4 میده، خب سیاه چیکار کنیم؟ اگه در نهایت H5 کنه که میبازه مثل بازی، اگرم خب مثلا G6 رو بازی کنه سفید شاه نفوذ میکنه و مثلا شاه E6 رو بازی کنه، سفید در نهایت پیشروی خودش رو انجام میده و این بازی رو میبره و بعد میتونه رخ B8 رو بازی کنه، رخ بیاد اینجا این پیاده رو بگیره و بازی رو از سیاه میبره. تکنیک زوگزوانگ توی آخر بازی ها معمولا جواب میده، البته اینکه آوردن شاه به مرکز صفحه بود شاید خیلی هم زوگزوانگ. سیاه H5 رو بازی میکنه و یه حرکت نمونه‌ای که البته که کارلسن این رو توی هوا میقاپه و حرکت رو بازی میکنه، G4 ایجاد پیاده رونده یا ضعف برای سیاه. اگه بزنه که دیگه کار تمومه، اینجا یه رونده ایجاد میشه و بعدن سفید این پیاده رو وزیر میکنه. خب سیاه G6 رو بازی میکنه و حالا رخ میره B8، میخواد بیاد پشت سر این پیاده و بگیرتش. کار کنه شاه D6 شاه G3 میتونه رخ فشتینا رو هم بازی کنه، دیگه از اینجا به بعدش برنده است. F5 کار رو تموم میکنه، شاه C5 هم به نظر من میبازه، یعنی نظر من هم فقط نیست، سفید فکر کنم بزنه رخ چشت بازی کنه میبره این بازی رو، این آخر بازی ها رو کارلسن میبره، البته شاید بازی کنه دیگه هم ببره. خلاص F5 میزنه رخ میره چشت، F4 کیش، شاه میاد اینجا داره پیاده رو میگیره، مجبور اسب F6 رو بازی کنه. شاه میاد حالا این ور و میره سراغ ضعف ها، شاه میره وسط، میدونیم که توی آخر بازی باید شاه رو فعال کنیم. D6 رخ H6 D5 رخ G6 داره میاد توی G5 کیش میده، B5 G5 کیشش رو میده و این شاه میاد برای این پیاده، از D7 شاه D4 اسب F6 رخ G7، بالاخره این پیاده ها گرفته میشن. حالا سفید یکم پس و پیش میکنه، پیاده D5 رو میزنه، میاد پشت این پیاده، میاد اینجا میتونست به سرم بزنه ولی اینجا اتمام کننده کار البته زدن به سر خوب نبود. چه حرکتی این بازی رو تموم میکنه؟ رخ در G6، کارلسن هیچ رحمی نداره واقعا و بعد شاه در بس، شاه سیاه اینجا گیر کرده و سفید شونه میزنه به شاه سیاه، میگه شاهت رو بردارین، تکنیک زوگزوانگ دیگه، این شاه باید بره کنار و وقتی رفت کنار شاه میاد اینجا، بازم میگه شاهد رو از اینجا بردار، بازم توی زوگزوانگ سیاه باید حرکت کنه و سفید میاد این پیاده ها رو میزنه و بازی رو میبره. عجب تدارکی بود. شاید بگین شطرنج بیرحمه، شطرنج تدارکاتی شده، بازیکنان دیگه از خلاقیت خودشون استفاده نمی کنن. اما اینم یه هنره، یه بازیکن انقدر تدارک داشته باشه، بازیکنی مثل کارلسن و غیره، همین دلیل تیم‌های خیلی قدرتمندی دارن و تدارکات عجیب و غریبی هم دارن. یعنی قبلا تدارک آدم میزد مثلا یه حمله چیزی، ولی این اصلا خیلی مخفی تدارکه، یعنی قابل فهم نیست به راحتی واقعا، باید خیلی چند ساعت بشین فقط بازی رو بررسی کنین که بفهمی چرا این کارو کرد. یه بازی استثنایی از مگنس کارلسن. بازی بعدی رو از بخش زنان انتخاب کردم که یه بازی نمونه‌ای توی گامبی وزیره و چون خیلیاتون پرسیده بودین که مثلا با سیاه شروع بازی ها رو چجوری بازی کنیم و مثلا مقابل D4 چجوری بازی کنیم، این بازی میتونه بهتون کمک کنه. حالا من در آینده شاید یه مجموعه کاملی در برابر D4 براتون بسازم بعد از این مسابقات، امیدوارم که بهش برسم، اما این بازی میتونه یه نمونه خیلی زیبایی باشه، بازی هم بسیار آموزنده هستش. بازیکن سفید ژاو خوه نمیدونم اسمش این XUE رو نمیدونم چجوری میخونن، اگه کسی میدونه به هم بنویسه، ولی ژاو بازیکن سفید استاد بزرگ در برابر نینو باتسوایلی با مهره سیاه، بازی با حرکت D4 D5 گامبی وزیر رو شاهد هستیم که اون سریال معروف هم راجبش ساخته شده، از سس حرکت از D7 سیاه در این لاین ها معمولا میخواد فیلی 7 رو بازی کنه، 3-6 قله میره، یه ساختار محکمی رو میسازه. حالا ادامهش رو بهتون میگم دیگه، این تا اینجاش اومدیم. سفید اگه زد همیشه سیاه با ای پس میگیره، فیل F4 اسب B6، این حرکت اسب B6 هم جالبه که سیاه در ادامه بعضی وقتا به دنبال خونه 3-4 فیل جلوی فیلش رو باز میکنه و اینجا که مهمترین چیز اینه که جلوی فیل رو باز میکنه، حالا در ادامه 3-6 فیل D6 رو هم خواهد داشت. ایسه فیلم میاد توی خونه F5، یه شروع بازی محکمی میتونید بازی کنید، حالا بازی نمونه ایش رو هم ببینید، واقعا هم یکی از بهترین شروع بازی ها هستش. 3-6 همون حرکاتی که گفتیم بازی شده، قله. A4 سیاه هم A5 میکنه، از پیشروی سفید در جناح وزیر جلوگیری میکنه، وزیر بسه
و اینجا سیاه حرکت اسب E8 رو بازی میکنه، میتونست فیل C7 رو هم بازی کنه، اسب E8 هم اوکی، از فیلش هم محافظت میکنه. فیل G3 سیاه رخ B8 رو بازی میکنه، از پیاده B7 محافظت میکنه. اینجا رو خیلی وای نمیسیم، رخ F3 و اسب D7، سیاه بالاخره همین تدارکات رو چید، با این اسب اومد از این فیل حمایت کرد، این پیاده رو حمایت کرد که بتونه اسب رو برگرده D7، این اسب رو به چالش بکشه. شاید سفید بهترین کارش این بود که میزد، ولی خب وزیر رو برمیگرده D1، وزیر E7، سفید بازم اگه میزد بهتر بود. این کارها رو میکنه و با اسب پس میگیره، مجبوره اگه با وزیر میزد سیاه یه پیاده کامل رو میگرفت و برنده میشد و سفید با اسب پس میره. اما سفید از یک سری از خطرات توی این شاخه ها مطلع نبوده احتمالاً و سیاه اینجا فیل در جسه میزنه، اچ در جسه، البته که مجبوره که با اچ بزنه که هم ساختار پیاده اچ حفظ بشه، این پیاده رو از دست بده. اینجا سیاه خیلی زیبا بازی میکنه، حالا طرحش رو میفهمیم. از D6 سیاه توی گامبی وزیر پذیرفته نشده، یعنی همین شاخه‌ای که اینجا میبینیم، معمولا طرحی که داره یکی اینه که این اس رو به خونه E4 برسونه، به این شکل این خونه رو بگیره و بعد معمولا از ستون نیمه باز استفاده میکنه و گاهی به این شاه سفید حمله میکنه و این اومدن پیاده به جسه بعضی وقتها به ضرر سفیده. حالا میفهمیم چه. سفید رخ رو میذاره B1، داره یک هشدار میده که منم توی جناح وزیر بازی میکنم. معمولا سفیدم توی گامبیا وزیر توی جناح وزیر بازی میکنه و میاد اونجا رو میشکافه. اینجا سیاه واقعا یه حرکت آموزنده رو بازی میکنه. حرکت اول انجین نیستش ولی برای من خیلی آموزنده است. رخ آهشت. خیلی زیباست این حرکت. این حرکت یه حرکت پیشگیرانه است. داره به سفید میگه من برای B4ت آمادم، اگه B4 بازی کنی من میزنم و بعد این پیاده دردسر میشه، من اینجا یه B6 بازی میکنم یا اینجا همینجا رخو میذارم A7، این رخو میام اینجا، اینجا بعدن به این پیادت فشار میارم و حتی شاید تو جناح وزیرم بهت حمله کردم، میخوام این اسبم من ببرم F6 ببرم E4 و سیاه وزش اینجا بهتر. یه حرکت پوزیسیونی زیباست رو خواهش، واقعا روح نیمزوویچ و دوورتسکی و یوسوپوف و اینها رو این حرکت زنده کرد. سفید میاد وزیر H5 میکنه، حرکتی که نمیفهممش. سیاه وزش رو میذاره F6، خودش میخواست این کارو بکنه. سفید مثل سیاه نمیتونه از طرحهای سیاه جلوگیری کنه و اینجا یه حرکت بسیار زیبا H5. حیف که سایت چسکاتان به این حرکت حرکت خوب نزده. حرکت خیلی عالی، سیاه میره یه حمله رو در جناح شاه آغاز میکنه. اسب E5 G6 خیلی نمونه ای داره بازی میکنه، واقعا زیباست. همین طرها رو بلده قطعا از قبل و بازی کرده. سیاه میخواد جناح شاه رو بشکافه و بره برای این شاه، همون چیزی که گفتم، این طرها رو بازیکن از قبل میدونن، اساتید بزرگ انقدر بازی نمونه ای دیدن، انقدر این طرها رو دیدن، از قبل بلدن اینها رو. سفید خیلی از خطرای این وضعیت هم آگاه نبوده و سفید طرحی نداره تو این وضعیت. شاید باید اینجا دیگه B4 رو بازی میکرد، دیگه باید میگفت جهنم و ضرر B4 رو بازی میکرد و اینجوری میومد تو این وضعیت. هرچند سیاه از C4 داره اینجا، فکر کنم وضع سفید خیلی بد میشه. البته رخ C1 چون اینجا نشسته به این و نشسته به این، رخ C1 فورس میزنه، میزنه وزیر در E5 رو اسب سفید خیلی بهتره. خلاصه سفید خیلی بهتره و ببخشید سیاه خیلی بهتره و حرکت زیبایی از D7 رو هم داره. رخ در B7 نداره چون از C5 چنگال میگیره و هر کار دیگه ای هم کنه از C5 سیاه میبره. اینو هر روز سیاه میبره، نمیدونم چرا کامپیوتر برتری زیادی نمیده به سیاه. B4 هم نداره، سفید بدون بازیه، جناح شاه هم که نمیتونه بازی کنه. واقعا خیلی بازی آموزنده. وزیر E1 و اینجا شاه G7 تقویت پوزیسیون رو بهتر میکنه. اسب E2 و اینجا اسب میره به خونه G4 و این اسب E5 رو به چالش میکشه. اینجا دیگه سفید واقعا نشون میده که بازیکن آماده ای نیستش، یا هرچند ریتینگشون هم خیلی نزدیک به هم دیگه، 2457 و بازیکن خیلی نیرومندی هستن. اینجا البته خب خیلی سخته، اینجا سفید در هر صورت وضعش بده، مثلا باید حرکتی مثل اسب F4 رو بازی میکرد و بعد از اون سیاه از در E5 یه پیاده سالم تو این وضعیت جلو و بازی رو میبره. اما سفید اینجا میاد و یه کاری میکنه که کار خودش رو زار میکنه، میزنه توی اسب G4 و حالا H در G4. حالا این رو میخوای چیکار کنی؟ این طرح رو من نمیفهمم، مات میشی دیگه، مات نمیشه مگه؟ رخ اومده C5، رخ چش زده تو پیاده، دنبال چی؟ سیاه این رخ رو میکشه کنار چون این رخش رو نیاز داره، نباید تعویضش کنه، تو این ستون H بهش نیاز داره.
وزیر میاد تو B4، رخ میره تو H6، H7 هم میتونست بره هر جایی که دوستاش میتونست بره. رخ C1، اینجا رخ H8 هم بازی رو تموم میکرد، اما سیاه خیلی خوب بازی میکنه واقعا، اینجا نشون میده خیلی بازی کنه. رخ H8 اینجا خوب بود، بد نبود، اما سفید میتونه شاه F1 رو بازی کنه و بعد از کیش اسبو بذاره J1، سیاه باز هم میبرد، یعنی باز هم این وضعیت برنده استش، اما سیاه یه حرکت زیباتر رو بازی میکنه اینجا واقعا. بعد از رخ C1 میاد وزیرش رو میذاره تو خونه E4 با دو تا علامت بریلیانت به قول خارجی ها، و چرا این حرکت؟ اگه بزنه حالا رخ میاد اینجا، اگه شاه رو بذاره F1 حالا میگه کیش، اگه اسب رو بذاره اینجا حالا اینجا یکیش ریز میده و بعد مات میکنه، نمیذاره شاه در بره و هر کار دیگه هم بکنه بازنده هستش دیگه. الان رخ چش داره میاد، رخ H1، بعد اینکه این رخ برگرده توی H2، بعد ببخشید برگرده توی H2 نه H3، و بعد پیاده G2، و اینجا سفید تسلیم شده، کاری هم نمیتونست بکنه، این بازی دیگه تمومه. شاید بهترین لاین به این شکل میشد، تسلیم شده میگم سفید، ولی شاید بهترین لاین این بود که این چه لاینیه واقعا، چه بهترین لاینی دیگه، همه چیز رو حواس، همه چیز بازنده است دیگه، این هم میزنه و تموم میشه، سفید تسلیم شده. یه بازی بسیار نمونه‌ای در گامبی، وزیر اگه با سفید بازی میکنین مواظب این حمله جناحشاه باشین، اینطوری بازی نکنین، و اگر با سیاه بازی میکنین بازی رو حتما خاطر داشته باشین. این هم از این بازی. حالا بریم یکم راجع به نتایج صحبت کنیم، و اما راجع به این که چرا بعضی بازیکنان مثل دینگلیرن، علیرضا فیروزجا، ریچارد راپورت، لئون آرونیان و خیلی دیگه تو این مسابقه نیستن. افراد برتر ریتینگ برای این مسابقه به خودی خود انتخاب شدن. بعضی از بازیکنان از مسابقات دیگه برای این مسابقه انتخاب میشن، مثلا بردیا دانشور یا پوریا درینی که از ایران انتخاب شده بودن، از یه سلسله مسابقات به این مسابقه راه یافتن. اما بازیکنان دارای ریتینگ بالا، حالا دقیق نمیدونم از چه ریتینگی به بعد و چند نفر اول، اما خیلی از این بازیکنان بالای 2700، فکر کنم همه بازیکنان بالای 2700 و یه سریای دیگه برای این مسابقه انتخاب شدن. و اما چرا بعضیاشون بازی نمیکنن؟ ببینید هر سال مسابقات قهرمانی فیده و جام جهانی شطرنج به همین صورته، خیلی از بازیکنان بازی نمیکنن. چند تا دلیل داره، یکی اینکه این مسابقات خیلی طولانیه و طول میکشه، حالا در ادامه هم با هم دیگه میبینیم، بعضی وقتا میشه هول و هوش یه 20 شب تا یه ماه و بعضی بازیکنان برنامهشون نمیخوره، یکی از دلایل اینه. دلیل اصلیش به نظر من اختلاف ریتینگه. ببینید بازیکنان بزرگ معمولا توی مسابقاتی بازی میکنن که ریتینگ ها با هم دیگه شبیه باشه و نمیان توی مسابقاتی که 2400 2500 2600 هم توشه، چون میدونن اگه مساوی هم بکنن ریتینگ از دست میدن، اگه ببازن که خیلی بدتر. همین دورهای قبل دیدیم که چه بازیکنانی هست شدن، همینجا میبینید که عبدالستاروف حذف شد، گریشوک حذف شد، محمد یاروف حذف شد، خیلی دیگه حذف شدن و برای هیچ کس این مسابقه اصلا ایمن نیستش و احتمال داره ریتینگ زیادی رو از دست بدن و مسابقه هم تک حذفیه، احتمال داره همون روز ببازی برگردی خونه، هرچی حالا از این اینام نمیدونم چقدر میشه، ولی خب خلاصه برای خیلی از بازیکنان این مسابقه خیلی جذاب نیستش و میترسن که ریتینگ از دست بدن واقعا خیلی از بازیکنان. حالا نمیدونم دقیقاً کدوم یکی از بازیکنان اینطور باشه، ولی مثلا سال قبل حتی ناکامورا هم میدیدی شرکت نمیکرد، بعضی بازیکنان مثل وستیسو، حتی کاروانا شرکت نمیکردن، چون واقعا براشون این مسابقه سختی بود، خیلی هم استرسش بالاست، هر بازی رو به بازی کار تمومه تقریبا. این از این. پس حالا دینگلیرن که قهرمان جهان احتمالاً، خب چون نیازی به این مسابقه نداره، همونطور که میبینید تا دوره قبل یادمه که دو نفر انتخاب میشد برای مسابقه کاندیداتوری قهرمانی جهان، حالا این دوره نمیدونم به سه نفر رسیده فکر کنم، یا همون دو نفر یا دو یا سه، ولی 90% میگم همون دو نفر. اگه کسی اطلاع دیگه ای داره لطفاً توی کامنت ها بنویسه. و اما راجع به نتایج، این نتایج این دوره، کارلسن آریان تایی رو برد، محمد امین طباطبایی توی بازی که تقریبا متعادل بود به وینسنت کیمر باخت و فردا کار سختی رو داره، باید با موریسیا کامبک بزنه. بازی دیگه مساوی شده، خیلی بازی مهمی رو اینجا نمیبینیم، خیلی از بازی ها مساوی شد انیشگیری. اما پیتر سویدلر برد، یه بازی زیبایی رو هم برد از یوردن فان فارس. پیتر سویدلر یک دوره این مسابقات رو قهرمان شد، درسته الان ریتینگش کمه ولی خیلی بازیگاه نیرومندی برده. یکی از نتایج خیلی شگفت انگیز باخت دنیل دوبوف به دنیل ووکاتورو بود که
کار دوبوف هم خیلی سخت شد. بردیا دانشور متاسفانه به سالم صالح باخت و کار سختی رو داره، فردا باید کامبک بزنه به مسابقه. البته مقابل گریشوک نشون داد که میتونه این کار رو بکنه، حالا باید ببینیم بازی بعدی. پس هم بردیا و هم محمد امین باختن، نپو هم مساوی کرده مقابل ممدوف، کاروانا هم بالاخره نبرد و مساوی کرد. پرهام مقصودلو اما یه بازی خوبی رو از دونچنکو برد، بازی که خیلی از لحظات وضعش هم خوب نبود با مهره سفید، ولی خب پرهام بازیکنی که خیلی سخت میبازه، خیلی خوب محاسبه میکنه و اون بازی رو برد و خیلی امیدوار به صعود. قهرمان دوره قبلی یان کریستوف دودا مساوی کرد، دومینگوز برد. نتیجه حساس دیگه رجابوف مساوی کرده، لاگراو مساوی، همه اینها مساوی هن و پراگناناندا ناوارا رو برد و ناکامورا هم مساوی کرده، میخواد بندازه به بازی های سری و بلیتس و اونجا صعود کنه. اینم از نتایج این دور، امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و اگر این طور بوده حتما لایک رو بزنین. سر صدا هم چقدر زیاد شد یهو، خوب شد آخره ویدیو. نظرات خودتون رو هم بنویسین و از شطرنج زندگی لذت ببرید.